یک قوم به نام قوم چیزی یافت شده، شاشوک. این قوم شاشوک در دین و مذهب شاش میکنن، قبلا مودراتور بود، یا قوم مودراتوری معروف شد، بعد از او یک نام دیگر هر چند وقت بعد یا مجبور هستن بر خود یک نام بشانن. اولش ادبیات کاملا بسیار قوی است. نه نه، این ادبیات من به خدا میگم که میال کلیپ شپ پلی میکنم که خود از چی گفته، میگه مذهب که به نفع من باشه، از من باشه، در راست شکی دیگه باشه، در مذهب من شاشه میکنم. سادات گفت. سعید میگن قوم سادات. قوم قلابی. بله. آها، شما جمع شدین که او به قوم بیچاره هر چیز بگین. نه ما هرچی نمیگم، خودشان گفته ما قوم مدراتور هستیم، خودشان گفته ما قوم سال 2030 سال قوم 30 سال. دختر از کدام قوم است؟ خود دختر سعید هستی به نظرم چی رقم؟ نه ما خود بچاره دلم برشان سوخ بودم، باش بیایم در جمع تان یک تمامتان که هم نظر باشین، یکم جالب نهی باشه یک نفر بیایه که مخالف نظرتان باشه با دکان گپ بزنه. تو مخالف نظر ما باش، تو فقط مخالفت بکن، گپ فقط نید. مخالفت کن، بفرما سوال داری، گپ داری، کدام چیزی داری؟ البته اگه از قوم سادات هستی یک دقیقه این کلیپ بخوای گوش بکنید. من اول خودم معرفی کنم که من قومش قبول ندارم. یک دقیقه صبر میکنین یا نه؟ نه یک دقیقه صبر بکنین، صبر کمی کلیپ ما بندازم، خوب گوش بکنی که من دروغ نمیگم. خب باش، کمی کلیپ کلانم بکنم که شما زیاد مرا نگن که من خواهم شب بچه چی هستم با اسناد گپ میزنم. از عرض یک دقیقه مایکار کلتون بسته بکنین، مایکایتون بسته باشه که من در بتم کامره را، خوب گوش بکنین. اینی کتاب نوشته که موقعیت سادات افغانستان در مناسبات میان دیگه اقوام، ده کتاب خود فقط منافقت کرد که چه رقمی اقوام از بجان هم دیگه بندازن. یه آدم طلبه دین است، این عکس پایینش. خب سهل بکنید چی میگوش بکنین. ایدم لنگی سیایی یک دقیقه کس مایک خواه شایی نگم دفعه مایک تواز که پایین مندازم تا مستقیم گوش بکنین. شما میزنم میخواه هر که ناراحت شود خوشحال شود، میگه به ما در فیشو گام بذاریم. همین مذهبی که رهبریش در دست خود ما نباشه، ما در بالای همون مذهب شاش میگه. میگه مذهبی که ما در رهبریش نباشیم، بالای همون مذهب شاش میکنیم. مذهب اهل تشیع یا اهل تسنن هرچی باشه، در اون مذهب یا شاش میکنه. به خاطر یک عالم دین از دیگه مذاهب از دیگه قوم حق نه تاجیک نه پشتون نه ازبک نه هزاره حق نداره که در مذهب ملا امام شوه یا ملا شوه، فقط سادات حق داره. این خوب گوش بکنی، از سر براتون پلی میکنم که با نگوین که والا علی دروغ میگم، من دروغ نمیگم، با اسناد گپ میزنم. شما میزنم میخواه هر که ناراحت شود خوشحال شود، میگه به ما در فیسبوکم گذاشتیم. همین مذهبی که رهبریش در دست خود ما نباشه، ما در بالای همون مذهب شاش میگیم. خیلی بیاحت جو مذهب به خاطر این است که منافع من تامین کنه، از اما اول جور شد که منافع من تامین کنه. اگر او مذهب منافع من رو جور نکنه، من سر دو مذهب شاش میکنم. جناب آجاقا در کلیپ خود میگه او مذهبی که منافع مرا تأمین نکنه در او مذهب شاش میکنم. میگه اگر در دیگه احزاب ما برم، ما در رأسش نباشم، ما در او شاش میکنم. حزب جمعیت هم گفته اینه، میگه یک عمر انوری و کاظمی و اونمو و عادیش کل در حزب جمعیت بود، در او حزب هم شاش کرده. ما خود از وعدت نداشتم. یک دانه بچه سید علوی بود که رهبر یاور رهبر شهید بود، بچه با ادب بود و همیشه میفهمد کل مسئله. ولی اینی آدم ها هم در دین شاش میکنن، در مذهب شاش میکنن، باز این رقم کتاب نوشته هم میکنن. در این کتاب خود مملو از منافقت است. یعنی از بین سادات یک دانه ملایش، یک دانه خردش، یک دانه کلانش، یک دانه نویسندهش، یک دانه آخوندش پیدا شد که اینجا منافقت ها را دفاع نکنه، بگه من این اشتباس ده. حتی اونموس حجتش در کابل میال نشسته، اولاداش کلشون صبح تا شام منافقت میکنه، در فیسبوک هم نوشته میکنن، جنگ بین اقوام دامن میزنه و یک روز هم نامده از مذهب هم دفاع نکرد. امروز در افغانستان طالب قدرت داره، اونمو طالب می مذهب اهل تشیع رو مساجدش بسته کرده. این همی بیشرف به نام مولای سعید، به نام سادات، به نام گشگر، به نام قوم شاشوک، به نام قومی که
همیشه فحاشی میکنه، دشنام میته، میگه اولاد پیغمبر است، یک روز علیه طالب صدا خود بلند نکنه، فقط منافقت بین اقوام مندازه و از مذهب گپا هم سوء استفاده میکنه. این حال آل جناب ها کسایی که من دفاع میکنین، لطفا این کلیپ هم دیدین دیگه، این حال خوب دفاع بکنین. ما کوتاه صحبت میکنم، من میرم فقط یک دقیقه میکنم. دقیقه علی عزیز، من قوم شاشوگ برای تو تبریک میگم، تو هم جمع سعید هستی، اما کلی امزو سعید سر خمانده، همه قوم به نام شاشوگ دوستای عزیز تازه برآمده، همه یک هفته میشه، همه یک قوم به افغانستان به نام شاشوگ برآمده، اینا بسیار فحاش است، اینا بسیار اکادم های عجیب غریب است، وطندارای افغانستان یک قوم به نام شاشوگ در منه یک هفته برآمده، اینا رو بهشون تبریک بگوین، هر کس که دیم تیک تاک آمد فحاشی کرد و به نام شاشوگ است. همه علی، همه قوم بر تو تبریک میگم، ما رفتم پایین. تشکر. بخیر باشی، سلامت باشی. نه از خاطر می چند تا خونسخور گشتگر سعید ما مینجا باید تنه بکنیم. ما با قرآن سعید نیم، ما پدر سادات هستم. چیزی که سادات هست از نسل علی است دیگه، علی در مجازی ما هستم، اونو یک علی دیگه اطلاع محقق نصب، علی محقق نصب هست. او خود گفته که من نیستم، پس ما هستم دیگه. این حال نوبت از کسی هست پدر سعید هست دیگه یا نه؟ بله دقیقا پدر سادات بگو، پدر سعید نگو، پدر سادات بگو، اونجا پدر سادات اولوگای مرا کم نگی. باز یک جالب چیست، من مجرد آدم تا اون روز ازدواج نکردم، اولاد دارم با قرآن. اولادای ناساله از کلگیشون دیگه. با خدا اینه من در او بلیاز قرآن توهین نکنیدم، من لطفا من با خدا تا اون روز مجرد پخته اصلا که دختر ارتباط نگرفت. علی از کدام مذهبی؟ ها؟ از کدام مذهبی؟ تو از کدام مذهب هستی جناب؟ ما واقعا چه بگویم، با مذهبا نه شیعه نه سنی نه ساداتش هیچ کدامش گمش که خودت خیره، امی پدر و مادر شیعه است کدام شیعه است؟ نه خیر بدین، نه مذهب جداست، دین جداست، ما دین ما اسلام است، اما این مذاهب که ما کشیدیم ما قبول ندارم. از کدام قوم هستی؟ ای از قوم به بنیاده. نه خب در سوال ما سوال نکنو بچه چی باشن شاهین، یک دفعه تو خیلی چند دفعه مایک واس که در دقیقه در جای مو پر اینجا مدیر لایو ما هستم، لطفا اینجا لایو اولادای من نیست که هر رقم مایک واس که بیادوی که این بار کسی، نه اینجا لایو ما در لایف هایم که رفتیم که مثلا بودن سنیا یا چی بودن که شیعه رو بیشتر وقتی شیعه لایف گرفتن و اصلا شیعه رو گفتن که مچه مسلمان نیستن که از دین خارج هستن، ما دو لایف هم رفتیم و دلایلی که داشتیم گفتیم که نخواستیم که توهین کنن یا دشنام بتن. آره دی لایف شما که آمدیم اولش خواستم یک شوخی کنم با خودی علی، هدفم یک شوخی مذاق بود که بگفتم از کدام مذهب هستی. من شیعه دوازده امامی هستم، پدر سادات علی. آها درست درست. و این شخصی که خودت ویدیو شماندی، من فکر میکنم این نماینده ای کدام مذهب و چی نباید باید باشه که ما تمام یک قوم بگیریم حمله کنیم سرش، یعنی یک نفر بیعقل نه بنامه قوم نیست. آدم گوش بکن، او دختر خارم گرامی سل بکن، این آدم دینی لایوی که میبینه شما اینی که اکسین تو کلان شده، این آدم یک ملاسه عالم دین اهل تشیعه، یک دو من سعید هستم و خود میگه اولاد پیغمبر هستم، سی او من اینی لایف که میبینی کل از یا سعید هست اولاد پیغمبر میگیرم خودم، این آدم فحاشی میکنه دشنام میتر کلشان میگه جان مسیح آفرین واقعی نمیز آفرین خوش ما آمد قهرمان ما توستی، این حال تو یک سادات خوب یافشه و از این مسئله دفاع بگم بگه این نماینده ما نیسته، تو خود دیگه قوم هستی، من که تو کار ندارم دیگه، تو خوشی هم نیستی سونی هم نیستی. من شیعه نیستم، من در حال تحقیقات هستم که میخوام که کلام رو برم، اما من معلوماتی که دارم سادات به مقام بنی هاشم گفته میشه که مثلا ما خودمون که از آرا در جمع کل ما سادات میاییم، چون عزت علی هم ما سادات میاییم، تو هم از آرا سادات هست، چی میگی تو دختر خانم بیخی با قرآن یک رقم مرد چی میتونی؟ خدا سگ هزاره را از کوچه سعید تر نکنه، از کوچه سادات تر نکنه، سگ هزاره را. بچه ها تا یک کومنت دارم همیجا،
خب ما حضرت علی را قبول داریم، مردم حضرت علی را قبول داریم، خانمش را قبول داریم، خانمش را قبول داریم، قبول نکنم ما علی سمرا کلون بچه از را قبول نداره، کلش قبول داره. ما یک کامنت دارم، نه علف حضرت علی استک، حضرت علی قبول نداریم. یک دقیقه صبر بکن همینجا جنجال سر چی میشه گمش کو. سلام، سلام، احترامات بچه، سوالات ما را جواب بدیم، بخی گنگس شدم، گیت شدم. نه با قرآن این اگر سهر سالام در پایین لایف هست اگر درخواست بده حتما گفته اگر می گپ بزنیم سالات رو می گپ بزنم، لایف من مثل لایف سالات رو نیست که تنها چند تا از قوم خدا بالا بکنه کلشان گپ بزنم. بذارم اینجا من یک دو کلمه علی عزیز صحبت کنم با قرآن میرم. مربوط لایف در باره به نظر من این آدم پوسترت کلی تو طرف کد که مسایی کنم این آدم هست که آمده بر مذهب شویه بر خدا بر پیغمبر 14 نور مقدسی توین کرده. این آدم خدا یک ملای سعید میگه، میگه که ما اگر مذهبی که در چیز ما نباشه منافع ما نباشه سر اون مذهب ما شاشه میکنم. یعنی این سعید گفته که عکس شده پوسر ماندی. به نظرم سر این آدم بسیار صحبت شده نیکس بسه قوم سادات، قوم سادات هم چند هزارای هستن که خود از بدنه همین سعیدای هستن که خود از بدنه هزاره دور نمیره، قسمی که سعیدای تاجک هست، سعیدای پشتون هست، سعیدای اینجا که جمع ببندیم این خوب نمه، خوب نیسته. و دیگه این می سر زی آدم زیاد صحبت شود که وی بر مذهب توین کرده، برای خدا نور 14 نور مقدس توین کرده. سر زی سعیده که میگه میگه در حالی که پیغمبر خو از اولاد نداره و دیگه از چند نسل هزار نسل از او زیاد تیر شده که از او کدام نسل باقی نمانده، خوی آدم خود میگه که من بهتر هستم، از دیگه کده مسلمان تر هستم، دیگه اقوام هم مسلمان ساختیم و بهتر جویی میکنه. سر از این بسیار صحبت شده که آدم چرا بر مذهب و خدا و پیغمبر توین کده. سر از این بیاد صحبت شده کلی تو طرف که اینمی آدم بیاد سر صحبت. تشکر. این حال دیگه دوستو گپ بزن. سلام، سلام، احترام ها صدا داریم او ملت. بله از صدایت سید. سلام، سلام دوستا، ولی جان پدر سادات و دوستایی که بالا سر پایین است. دیگه زیاد وقت ندارم چون ما نه کسی درس هستم در دانشگاه و هم در رشته سیدشناسی. ولی من یک چی نخواستم بگم بیان کنم که من در این نتیجه رسیدم دیگه که اصلا سعید افغانستان اید وجود ندارن. اینا که اصلا میگن تمام سوله های دشت مدینه از فامیده هند و از این طرف و طرف آمده برای خمس و زکات و خیرات این چیزا فامیده از دین و مذهب که اصلا سویست دید که دید که فامیل هزارها که هست خیلی یک دلپاک من چی شدی بیادر ما رو پایین انداخت دادم کس یا خودش رفت بیادر من نمیز یک کامنت داشتم البته یک چیزی گفته نیست یک با عرض مذرت اما اگه تان بیادر رو ما البته خیلی همی عرب هست از همی هر کشور ما دیده هم سوریه، عراق، فامیل لبنان خدا شاید هست از خیلی کشورها دوبای حتی پرسان کردم که برادر اینم یک مردم از کشور ما خود اولاده پیامبر مگه اولاده علی مگه چی گفتنی داره دای بورا با لا اله الا الله گفته که کلشان دوز است برادر نه زبان خود عرب فهمیده مگه ما کسی را به عنوان اولاده پیامبر و حضرت علی قبول نداریم کسی را خود عرب در زبان خود مگه مگه بر یک تست دینه اینا مادرم قصه میکنه ببخشید جلوی حرف شما گرفتم مادرم قصه میکنم میگه که زمانای قدیم در منطقه کونا زندگی میکردن ولایت غزنی میگه این سعیدا که بود همیشه مثلا گشت کردن میماد مثلا خانه ده خانه خود مثلا مردمم که ساده دیگه میگفت مثلا ما اولاد پیغمبرم فلانم میگفت مردم میورد اینا رو ده خانه خونان میدادک بعد از اون میگه قرار زیر اینا میگه رقم پتوه کلان کلان داشتم میگه زیر از اونا قرار دیگه مثلا همه هر چیز میگه ده خانه گیر از اینا میماد زیر بغلاخ که دمگه بور میشد میگه تا یک شعر میخوانده شعر رمزی در بین خود مثلا یک دودن سعید که با هم میماد شعر رمزی مثلا میخواند که تو فلانه چیز گرفتی و تا گرفتم میگه بعد بور میشد مرافت خمس و زکات اینا که همیشه دیگه مثلا دیدین آخونده یا مثلا همین کسایی که در منبر اینا هست همی سعید و همهش مثلا میگه برین در ما بیدین در ما میرسه در اولاد سعید در اولاد پیغمبر میرسه اینا همه از پشت تا پشت خواست گشت کردن خوردن خمس خوردن زکات خوردن
که او را همیشه باز میگه که برای اولاد پیغمبر مرسن. امی یک گپی دیگه هم از بدر فهمیدم این خودی عرب هم گفته که امی چه خیلی اندیوال هایم از خدا شاید است. یعنی علی جان میگه که دامروز برم ایجا دلایف انگلیسی هم بگه برید امی گپا. خدا شاید است فهمیدم اگه در کشورهای ما کسی گپ بیزنم کفر, کفر مطلق از گردن او را میزنم فهمیده. واقعیتش هم گپی کی مگه اولاد پیغمبر کجا مانده بدره؟ نه جالب چیست خو نمرو دگلار رفتیم مستقیم یک امین ملازه تر گپ مرا قط میکنی تو خو خیره من اینجا پدر سید علی سم پدر صادق بچی آتا فقط امی گپی میادیم نره نیست فیشان هم چیرش از آنگی نیست سبز اترام بکن و سال سبز اترام بکن به امامی سیا اترام بکن نیست پی دیگه شان هم چیره تاجی که پشتونه داره بدر فامیده میار جایی که رسیده فامیده که یکی خواه کده بیده بیش مفت چیره شان هم از امو مردم موره بدر بین اینجا دینه بیکش اولاد پیامبر بودی وقت به فامید اولاد پیامبر بودن که این ما فامید دعوا که بدر ما خواهد گفتیم چرا اینا چشم ابروی سیاسی ها داره دقیقا نظاره یه وقت کنگه پیرا نزده دیگه یا یه بدر چهره فامید ازارگی لحجه ازارگی فرهنگ تو نامی خدا نداره اشرف غنی هم خدا گورش خراب کنه فامید آمده جک به نام قوم تو را تعیین کرد فامید قوم هم نیستی بدر دم پیش هیچ که رسمی آدم نداره در نام من ازاره یاد شده یادم میشه خیر از اولاد ناساله برامدی در روی پدر نان هزاره رو همیشه خورده به خاطر همو دنم از مو ختمه به خاطر که در کاسه هزاره اونا کلان شدن امی هزاره که تو رو بالا برد امی هزاره پس تو رو گورم نکنه آه سادات جای نشانی باشه امی یپ بخیر باشه دلکای شما پرست نه خواهر کار میکنن خیره بکنن به عنوان اگه انسان حق دارن ولی در دین و مذهب شاشه نکنن او بلیاز قرآن بد است امو تتای خود و ققای خود برند تا اشناب بکنم روانی هست که بریم خودش پس امو هرچی که کده به مفرد خودش پس بکنین گروگکی این اشتباه است من میرم میگم او ملت بلیاز خدا بیاین امو برند دین و مذهب کسی شاش نمیکنه این بسیار زشت است اشتباه است گناه است جرم است آدم هر رقم میمید اما... بیدین ها را که بیدین است دین و مذهب شاشه نمیکنه نقد میکنه سوال میکنه پرسش میکنه حال به دین و مذهب فقط شالک سبز این لینگویسی ها علی ما بین شارک سبز من دارم علی کدی رنگ داری سبز نیست دوستا سلام این رنگش از دست که شستیم این رنگش رفته اینا من باید خمس جمع بکنم یک شارک سبز جدید بگیرم لوام که این یکان گل با میکده گرک یک علی جان چی مگه اینجا بچه سعید لوی افغانستان بلوگه بایدن من خودم یک از بچه های سادات هستم از کدام مردمش کدام منطقه یک دقیقه خان خانان یک دقیقه لطفا بانی کمیر ما گپ بزن محترمانه تو این نمیکنه هیچ قوم علی رو خود من میشناسم همین ما نمیخوایم که بخواد به یک سیلی چند روی اوگار شوه خب گفتیم از امو خورترکی در مطراف بودیم در سر دسترخان ما قوم شریف از آره بوده و ما در سر دسترخان مردم از آره بودیم و تا امروز هم بهترین رفیقای ما بچه های از آره است در استرالیا در امریکا من میخوام اصلاح کنم ولی آقا سعید سر دو هزار سر سفره سعید نبود ولی سعید سر سفره سعید بود یک دقیقه صبر کن خیر ابزار لطفا ما باز نکن توهین نکن بهش قومه هیچ شما یعنی منجی که هستین هیچ کدامتون رهبر شهید از نزدیک ندیدین جناب استاد مزاری شهید استاد مزاری در خانه ما آمده نان خورده هم رهبرتون اگه میگین من تو عکسم دارم آمده در خانه ما و شما هیچ کدامتان در آغوش استاد مزاری شهید نبودین ما خودم شخصا وقتی طفل بودیم رفتیم همراهشون ششتم و حتی مرا چاکلیتم دادن یک بس بسی دیگه علی جان امی که خودت میای امی تو یک قوم و تمسخر میگیری من فکر میکنم که خوب نیست و همون قدر خودت میشناسم همون قدر لای افغانستان ما یک چیز اگر بگوی اگر تو میگی ما یک قوم تمسخر من به خودم قوم تمسخر نمیکنم دایی که علی جان تمسخر من آبود چه او قوم نیست اجازه بده دایی که علی جان من خودت علی جان بگیم خیر من با تو محترم توهینت نمیکنم لالا من بچه هستم استدلال بکنم به خودم نوکر استدلال دستم اینجا دوستایتان شاهد است امروز یک بچه سید به سید امام پیشتر دلایف آمده دلایفشان رفته بود خودشان با هم بود میفته این می گپ از این اشتباه است یک دفعه ایره یکی به نام سید سمیر بالا میشه چی میگه میگه اگر تو آمدی دوزه به این سید یا آمدی مقابل از این جپه گرفت یا رفتی دلای و ازاره و پشتون این گپ ها میگه تو دلای و ازاره زیاد میری با خدا عکس زنت میگه بالا میکنم اگر من دروغ بگم با قرآن با سی سپاری قرآن حالا من میگم او آدم تو که می آدم خواهی می گپ بد نگفته من مشکل داری دشمنه عکس خوار و مادر چرا بالا میکنی اولاد پیغمبر همی رقم بی غیرت بوده امام حسن امام حسین مولود پیغمبر بوده می رقم بی غیرت خونه بود برین یک جای تاریخ نشان بتین که 12 امام سر یک زن تجاوز کرده باشه
علی جان، علی جان هیچ کس نمیتونه یک نفر حضرت علی وقت همراه بی بی عایشه جنگ جمل شکل میته، باز جنگ جمل فتح میکنه میدان میبره، ولی اونم خانم پیامبر بسیار محترمانه در یک چی میگم کجاوه میشانشان طرف خانهش روان میکنه، بسیار محترمانه. نه او داستانات درست، ولی ما به عنوان یک بچه سعید نمیتونم نمایندگی از قوم سادات بکنم، ولی برای ما زیبنده یعنی میست که من اونم اخلاق انسانیت بغیر از اینکه من سادات باشم، اما انسان بودن خود باید من، اما افغان بودن خود و احترام به اقوام ما گفتم که یک سلیچ روی چند روی چند نفر نمیخوام اوگار بکنم، به خاطر که من نمیتونم، یعنی اون خودتم بدر از جمله کسایی هستی که سرشناخت زیاد دارم، ولی میگه یک روز آدم میگه کو به کو نمیرسه، آدم به آدم میرسه، این خودتم مطمئن هستم بچه های سادات رفیق داری، خدای نکده نکو یک روزی که امنا به محالت بدش برسه و خدای نکده موضوع پیش بیاد بدر اگر این موضوع چیم سر بید نره افغانی سر بید نره افغانی سر لوی افغانستان من نامتم دخونه ایفان خیره یک چیره بوبه من تو پیش برو ما یک خواهش میکرم سعی کن به خودم میزنم یکی خیر ما دوباره وقت میکرم تا ام یک بختر بگم سعی کن اختار نتین سعی کن امروز در یک دیگه نیست ما تو اختار تو مرم ما اختار نمیتونم کسرا ما چی میگم تالی جان ولی در ما میال میگم پخته خوارزاده اینمی انوری پخته خوارزاده انوری دمیشارم است در خانش رفتیم در خانم بسیار رفاقت پختیم در کابل هم بسیار بیادر خانگی هم داشتیم این میال میگم زیر لایو هم میشنوه تایکو ما چی زور مرا نکن ما زور زور دیدیم نه سایکو بس علی. زور نیست علی اگر بخواد اگر از لحاظ قومی هم باشه قوم ما از لحاظ شوهای نفوسی هم بیشتر از قوم تو تایکو علی جان امروز روزی که قدرت هم داشتیم تو رزاریم نابود کردیم نکردیم دیگه وطن ما رو از قوم خود جدا نمیبینم علی جان ما قوم شما رو از قوم خود جدا نمیبینم اگر مشکل مشکل سر مسی تایکو علی جان ما چی میگم اگر با قرآن این ما بر لوی افغانستان احترام بکو با خود چه سر ما احترام میکنم بگید ملی چون مختال میگفتین که سعید قوم خمسخور سعید نمیفهم قوم ما یعنی به عنوان یک بچه سعید هر چه قدر حالا تو خمس نخوری تو خم مربوط مثلا نمیشه و برای اوز قرآن چه بخواب نفری اگر هر چی ماهانه به خاطر پول و به خاطر شهرت همی کارا رو میکنی بگو ماهانه چند بر روان کنم همی کارا رو دست بکش یعنی به عنوان یک بچه سعید جان یعنی که بچه یک دو هزار یورو برای ماهانه میگی بگو ماهانه علی جان یک دقیقه یک دقیقه میگه پنه سر تو خواه به خاطر پیسه و به خاطر یک دقیقه لوی افغانستان برای ما پیسه روان نکو امروز کم قوم خودت از بچه های تبار بچه های کاکا ناسای امید بیچاره اونجا بددخت گرفتار مونده برای یک دختر سعید روان بکن مکتب برای دانشگاه شخصی برن زایشگاه بخوانه نرسینگ بخوانه میکنم برای سعید روان بکن درس بخوانه من روان نکنم ما در اروپا هستم در بدترین حالت که بسیار بوم برون اجازه بده ما در بدترین حالت وقتی بوم برون که هیچ کار رات نمی اروپا نارم سوسیال میته دولت میته ما اینجا مالیات بده بگذارم خیر لوی افغانستان صبر که میره سهر آمده یک دقیقه کس مای پاز نکنه سهر سادات خوش آمده وطندار ما خودت هم چندین لایو دیدیم بسیار اختلاف سیاسی هم داریم ولی اینمی آدم ها چرا میرقم میکنه حالا خودت چی رقم هست دیدگاه خودت می صبح تا شام توهین میکنه قوم گفته دشنام میته حالا ما قوم گفته دشنام به مذهب یا تاختاز میکنه من منتقد دین و مذهب و باورهای خود هستم خیلی چیزها رو دوست ندارم یا می توپه میزنه حتی میگه ما میشوشیم کتاب رو نوشته میکنه در کتاب موقعیت سادات در مناسبات با دیگه اقوام مستقیم میگه رقمی سادات نوشته میکنه مستقیم میگه سادات با تاجیک با ازبک با آذری رقمی منافقت بکنه و نمونه که با هم یه جور بیان اینا رو خودت میشنیم بفرما خب سلام به همه شما دوستان و کسایی که صدای ما رو میشنوند خب تو خیلی مسائل در چند جمله بیان کردی متاسفانه این نژادگرایی قومگرایی اینقدر در بین ما زیاد شده مخصوصا در کسانی که در همه اروپا هستن من نمیفهم گاهن من خودم هم صحبت کردم با یه آدم ها مشکل دارم چون یک تعدادی هستن ببینید به نام دین و مذهب آمدن این را سپر بلای خود کردن باعث میشه که به خانواده پیغمبر توهین شود من خودم هم دو زدم علی چرا؟ چون مثلا همین آدم ها تا زمانی که مثلا من خودشان آوردن گفتن که اوکی هزارها ما را ایتو کرده هزارها زمین های ما را گرفته هزارها دخترها ما را خدا شاهده یک حرفایی میزن من باور کرده بودم چون من اصلا در جامعه هزار زندگی نکردم من میامدم صحبت میکردم بر من اکان خریدم ولی روزی که گفتم ببین بی اکان خواهده بود بر تو بچی هزارها خونه خریده بود
خب هم سیدای خود ما بذار اجازه بده. برای چی کار کرده بود؟ دلیل چی بود؟ حالا تو یک دختر خانم چرا باید است؟ ما میل برم یک دختر هزار را کم بخرم بیاید و سادات گفته دو بزنم این منافقت نیست رو والا؟ خب بله دیگه ببین نگاه کن من همین رو میگم ببینید وقتی که من آمدم گفتم هزاری که مثلا مؤمن است خب ببین خیلی مردم هستن آتئیست شدن قبول داری؟ بله. هم ایرانی ها هستن شما برو در کلاب ها خیلی فحاشیه وحشتناک میکنه یعنی اصلا تو طاقت نمیری یک دقیقه گوش کن مخصوصا اگه تو به نام سید و سادات بری هزار تا فحاشی به شما میکنن بدتر میگن نسل فلان و نسل فلان خود دان دیدی در کل کل در بین تاجیک و پشتون و مثلا اقوام دیگه ایرانی و این عرب ها حتی مثلا آتیز شدن وقتی یک نفر که به دین باور نداره به مذهب باور نداره تو چه دور میخوای از او انتظار داشته باشی که مثلا به تو احترام کنه یعنی بگو من اولاد پیغمبر هستم شما به من احترام کنید خود حضرت پیغمبر ما میگفته من بشری بیش نیستم من یک بشر هستم همچنین امامای ما بهشان توهین شده فحاشی شدن نمیدونم بی خانه شدن هجرت کردن اما هیچ وقت برای کسی را که آمدن به اونا مثلا حضرت پیغمبرم هیچ وقت نیومده کسی را که سرش خاکستر انداخته نمیدونم دل روده جگر و هر چی که سر او کثافت مینداختن یا توف میکردن بهش جواب نمیداده نمیومده حضرت علی در جنگ بهش توف کرد یک نفر میخواست سرش ببره ولی حضرت علی از سر سینش بالا شد گفت خب من نمیخوام که کسی اینو بکشم و فردا به خاطر خشمم یا به خاطر اینکه او به من توف کرده به خاطر این باشه یعنی احساسات خودش کنترل کرده درست ما از هیچ انسانی برتر نیستیم هیچی ولی من حق ماست علی من مثلا در خانه که تولد شدم نامم سادات بوده دیگه من نمیتونم که بیای مثلا نام تغییر بدم درسته تو هم حق داری که نام خودت حفظ کنی هویت حفظ کنی این همه انسان ها حق ای را دارن من و تو مخصوصا ما که در یک جامعه زندگی میکنیم که همیشه در حق ما تبعیض بوده من و تو در اصل اگه ما سید و هزاره همه انسان ها فرزندان نوح میگه که 4 5 تا پسر داشته یکیش به من از پسر سامون تو پسر یافظ شدی یعنی ما بازم بچه کاکایم از هم دوری نداریم اینکه من خدا شاهد هرگز نگفتم من برتر از هزارم من کار کردم من در اروپا اومدم به قرآن ساعت یک یارو کار کردم ولی گدایی نکردم نرفتم جلو کسی یا از پدر مادر خودم حتی نخواستم ولی کار کردم درس خواندم خود به یک جای رساندم من از کسی هم توقع ندارم که به من احترام کنه خدا شاهد من در جامعه هرگز هم نمیگم که من سیدم چون میگم اگر خدای نکردم من یک اشتباهی کنم نمیخوام که مردم بگه سید کو دختر سید این کارو کرده خب دیگران چه توقع یعنی به من اینطور یاد داده شده پدر مادر من گفته ما سیدها همیشه بیشتر در چشم هستیم پس ما باید خیلی مسائل را رعایت کنیم چون مردم از ما میبینن یا دیگه مثلا میگفتن دو برابر از ما حساب میشه ما اینطوری بودیم اما متاسفانه یک عده‌ای اومدن مثل یه آقای علوی دیگه از دین و مذهب هم گذشتن من سادات به دین و مذهب مستم یعنی هویت ما تخلص سادات چی است این خب میتونه یکی بگه من عربم درسته من بی دینم عربم ولی وقتی تو آتئیست باشی دیگه نمیتونی بیای خودت پشت نام سادات یا ائمه یا اهل بیت پنهان کنی و متاسفانه این اهل بیت یک عده بی دین به نام سید آمده خودت شاید شاهد بوده باشی که این آدما میومدن در لایف شراب میخوردن زنایشان میومدن کمره میزدن رقص میکردن فیلمای زنایشان لوچ است رقص از من اینا رو به قرآن توی فامیل خود ندیده بودم وقتی اینا رو دیدم دوچار یک چه شدم ما ببین هزاره تاجیک پشتون کسی که مسلمان باشه به من احترام داشته من برش احترام دارم من هیچ وقت خود برتر از تو نمیدونم علی تو هم هموطن من هستی یک پشتون تاجیک هم هموطن من هست من یک زمانی که هیچ گپ زدم که برای من همه انسان ها برابر است این آدم ها آمدن به من فحاشی کردن انقدر به من فحاشی کردن که من علی جان دیگران هم وقت بتین لطفاً ببخشید حتما وقت میتون بگذار لطفاً وقت میتون برای من در یک درجه رسیدم گفتم خدایا اینا اولاد پیغمبر است یعنی اینا فرزندان اهل بیت هستن به اون نهایت رسیدم خب مجبور شدم فحاشی کردم از روی احساسات سر سادات سعی که من چند سوال است خود در ایران کلان شدی به نظر منه بیشتر چون لهجه بیشتر به اون طرف خواهد در ایران قوم به نام سادات داشتیم خب در ایران اونقدر قومگرایی نیست علی خودت هم میدانی اما اگر قوم دور داریم کرد داریم بلوچ داریم اینو مثلا ترک داریم اینو خودت هم میفهمیم که امروز رهبر ایران ترک است
و یا لور سیفم و از اخر. نه ولی برنامه برنامه که سعید است، ولی او سعید علی خامنه‌ای اگه تاریخش خوانده باشی بله 400 علی سال جان پیش. داریم قوم سادات داریم، ما هم در ایران زندگی کردیم علی جان، میخواییم نه سادات است ولی در قانون قوم برام سادات داریم. ببین خب آخه در تذکره اون از قومیت ذکر نمیشه علی، ما لحاظ تاریخی نمیشه بانو سهر اجازه بتین لحاظ جغرافیایی به امیر بحث بکنیم. در ایران معمولا ما و شما یک بخش داریم و نمی یک قوم داریم که بیشتر شیعه هستن و یک کم تو ما و شما در ایران مردم های سنی خودم داریم. خب یک بس بس از یک در افغانستان آمد یک قوم، حالا هر کسی آمد یک قوم سادات مشخص در یک بس جداست، ما نمیخواییم راجع به این صحبت بکنیم. ولی یادم می در ایران ما که خورد بودیم قوم سید گفته وقتی که در مراسم مثلا محرم اینا بود، ما به عنوان سادات بچه بودیم، اینا ما را در بالا می بردن می گفتن اینا سعید هستن. خب و ما ایر طرفدار از این هستم، ما و شما میگیم که برتر پیش خداوند کسی است که لحاظ تقوا برتری داشته باشه. ما سعیدایی را داریم که سعیدای بسیار بدی هستند، سعیدایی هستند که مال حرام و حلال را نمیشناسند، شراب می نوشند و همچنان در دیگه قوم ها هر کسی که با خداتر باشه با تقواتر باشه پیش الله پاک در اولویت است. این رخ ما و شما میفهمیم. اگر سعید به چشم ابروی خود بنازه حماقتی بیش نیست. ما گفتم بچه های هزاره دارم که وار از خیلی از بچه های سعید کده بیشتر دوست دارم و بیشتر اونا را برایشان محبت دارم. یک موضوع و این بانو سحر سادات که میگن این موضوعات ببینید شما سادات عزیز، شما سادات هستین، میگه من ناخواسته سادات هستم، من نفهمیدم. من کی گفتم ناخواسته سادات هستم؟ و من کارای میکنم خود بعضی جای من سادات معرفی نمیکنم، میگم خدای نکده من یک کاری نکنم. شما ببینین شما اول باید خودتان با خودتان صادق باشین. انسان بدترین انسان و انسان از دور از شما باشه که با خود صادق نیست. وقتی من به عنوان بچه سعید باید خودم معرفی نکنم که من سعید هستم، خیلی بد گپ است. من اونا مقرر نه وطن دار، تو حرف من نفهمیدی، من فارسی گفتم. گفتم اگر من سادات به من اینجوری یاد داده شده که اگر تو گناه کنی یا دیگه خلافی انجام بدی از تو دو برابر حساب میشه، نه اینکه من این هیچ کس نگفته دو برابر حساب میشه. چرا در کتاب آیات و روایات همیشه همین گفته شده که سادات ها گوش بده. من با تو نیومدم اینجا بس کنیم، ما و علی سال چند وقت خیلی وقت هم دیگر رو میشناسیم، در این مجازی هستیم، ایشان هم بودم، من با تو بس ندارم، من با علی آمدم اینجا صحبت کنم. خب اینطور به ما گفتن، ولی یک تعدادی بودن در همین شبکه‌های مجازی می آمدن شراب میخوردن، گرامی شراب میخوردن، میگفتن ما اولاد پیغمبر هستیم، ما سادات هستیم، باید هزارا به ما احترام کنن. زمانی که من تو نیستی دیگه، تو نبودید دن تبسته که ما صحبت میکنم، زمانی که من گفتم آقا جان برای من سادات و هزاره مهم نیست، کسی که محترم باشه، کسی که پیرو دین اسلام باشه، کسی که به من احترام کنم، برای من هزاره و سعید و اینا ندارن. اما او اشخاص آمدن تو را به نام مذهب تاپه میکنن که تو یک کاری کنی، یک حرکتی انجام بدی، تو را بگن تو کافر هستی، درسته؟ و یعنی از دین و مذهب استفاده میکنه علیه من، علیه هزاره، یعنی این شده سپر بلای یک عده به نام سید که خودشان عقیده نداره. چون کسی که عقیده داشته باشه که من سید هستم شیعه هستم، خودش نمیاد در لایف بشینه شراب بخوره یا زنش لوچو برهنه بیاد برقصه و فیلمش بگیره، ولی همو زنی که مثلا لوچو برهنه عکسش در ویدیوها هست که رقاصی میکنه، میومد به مردم هزاره فحاشی میکرد که به اهل بیت ما به توهین نکنید. وقتی تو یک زنی که مثلا به دین باور نداره، براش چه اهمیت داره که یک ازاره آتئیست یا خدا ناباور بیای فحاشی کنی یا نکنه؟ بعد چه جالب تر از اون اینه که اینا هرگز آتئیست های تاجیک و پشتون ایرانی را کار ندارن، فقط آتئیست هزاره را گیر کردن که او رو سرکوب بزنن یا او به او فحاشی کنن 24 ساعت. زمانی که تو خودت هم رفتی با این گروه اگر به هزاره فحاشی نکردی، اون موقع چی میشی تو؟ تو هم کافر هستی، تو هم کافری، تو رو تاپ هم میکنه. سهر سادات، من یک سوال بر من میشه پیش اومد، خود در ایران هم بیشتر با مردم افغانستان رابطه داشتی، از هر قوم شاید بیشتر با هزار رابطه داشته باشی، این رفت آمد فامیلی و انسانی و در مراسم میگه با ما خیلی کم ولی یک فامیل. بله امونجا مثالش میگم، ما در افغانستان با تمام اقوام کلان شدیم، چرا بیشتر سادات شیعه این مسئله رو میای منافع سیاسیشون در کنار دیگه، ولی مذهب میشه در کنار هزار و هر جا میشه توهین میکنه به هزار. از آره احترامی که به مسادات داشته به خود در طول تاریخ هیچ قوم نداشته.
ببین تاریخ سید ببخش علی نگاه کو تاریخ نمی مسلمان ها رو بخواب بخوای نخواهید شما ترک تبار دیگه عرب ها با ترک ها همیشه بعد از خلافت اموی و اینا با هم دیگه خیلی رابطه نزدیک داشتن، یعنی همیشه در کنار هم بودن، حتی گاهن بوده که همین ایلخانیان شیعه مذهب بودن، مثلا رهبر بزرگشان قازان خان بود، قازان خان به سادات زمین میداد، جای میداد، بهشان کمک میکرد. اما اون ذوالفقار رو بی بی امو شال سبزی که سر کرده بنی عباس هم سادات بود دیگه برادر ما، بنی عباس سادات نبود بره. برای همین سادات میگفت شال سبز بنداز دستر، یک چوبم در دست مثلا گرده یا گرد یک کمر بند سبز در دور گردنت بسته کو که تو شناسایی شوی که یک دفعه علویان قیام نکنن یا مثلا در جای پناهنده نشون. خب پس بنی من نمیتونم الان شال سبز بنی عباس در سرم کنم بگم که اوکی من نسل برتر هستم، من از تو برترم، در حالی که بنی عباس با من سادات علوی کار میکرده. اما یک سر سادات سوال من خیلی دوست داشتم یک لایو امروز خودتون تو محترمانه بحث بکنم، خوب شد که امروز برابر شدی. اگر وقت داری میخوایم خیلی مسائل باز بکن روی همین مسائل افغانستان و مسائل که هست. متاسفانه اینمی برتری طلبی از کجا بلند میشه؟ همیشه مذهب دامن میگه ما اولاد پیغمبر هستیم، آیه قرآن شریف به خدا به صراحتون خود از مکه شاید خبر باشی ما معلم دین است، حداقل 14 سال از دین درسانیم. آیه قرآن شریف در سوره عذاب میگه مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. خدا مستقیم پیغمبر میگه و از زبان پیغمبر میگه پیغمبر من پدر حضرت محمد به دیگران میگه من پدر هیچ یک از شما نیستم، من فقط خاتم پیغمبران و رسول خدا هستم. اینمی برتری طلبی که امروز سادات میکنه در ما خصوصا در بین مذهب و هم در افغانستان سر هزارا هزارای کمیشه ایتون به خود هر مراسم بوده اینمی سادات گرفتیم آقا سه برو بالا بشه، آقا سه برو فلانی بهترین غذا رو برشان آماده کنیم، ولی همیشه به احترامی کردن، همیشه توهین کردن، با چهره فیزیکی متاختاز کردن. اینمی از کجا بلند میشینه می برتری طلبی کازه؟ حالا باید ریشه شما بدانید، چون من در جامعه هزاره واقعا زندگی نکردم که بیاد بتانم مثلا مثل او علوی دیدی آخه همین آقای علوی که آمده میگه من به مذهب فلان میکنم، جالب اینه که مثلا دامادش هزاره هستن دوستان دیگه، مادرش هم هزاره است، زنش هم هزاره است، ببین یعنی ولی انقدر عقده از کجا ناشی میشه من اینا رو نمیتونم درک کنم. اکثرا همین مردمانی که میان این کارو میکنن از همین جامعه مثلا از مناطق مثل بهسود و بامیان و از این مناطق هستن، من اوناش نمیدونم دقیق، ولی همین خانواده حجت اخی میشناسین این در افغانستان حجت از همین تلویزیون ها دیگه اونقدر نمیشناسم واقعا. با خدا صبح تا شام این منافقت بین هزار و صد کلشون امامه ایسا، حتی میگم من مایتلا هست مایتلا محسین حجت اولاداش کلشون اینه، من در 20 سال جمهوریت با خدا این شکاف های بسیار وحشتناک من نمیخوایم بیان بکنم چه رقمی رایزنی فرهنگی ایرانی کارا را میکرد، از طریق کی کارا را میکرد، کیا اینجا جاسوس بود، اینه کتاب چاپ میکرد با خود منافقت. جاسوس خب سعی کن نجیب بارورم جاسوس است، این نمیتونه به یک قوم بچسبانی، متاسفانه ما خیلی از این چیزا داریم، نجیب بارورم هم خاک ما رو فروخت درست پیش آغاز خب خب در حالی که ببین که به خدا در کلاب هاوس میومد میگم من با هزاران نان نمیخورم، هزار شیعه است، نمیدونم فلان است، فهمیدی کپوش هم شاید بر آمده باشه، ویدیوش ضبط شده هست، توهین میکرد به شیعه. همین نجیب بارور شاعر تاجک تبار ما گفتم من با هزاره نان نمیخورم، هزاره شیعه است، نجس است، صحبتاش است، فکر کنم شاید دوستانتون داشته باشه، مذهب نکردم. ولی ببین رفته پیش خامنه‌ای شیعه تبار که خودم رهبر شیعیان جهان میگیره، اونجا چاپلوسیش هم میکنه، میگه که من چیز هستم نمیدونم پنشر خاک ایران است و فلان بخشش میکنم. ما از این جاسوس ها زیاد در طول تاریخ داشتیم، این نمیتونی به همه ملت یک ملت ملت رفتی ما با حرفت موافق هستم. یک تیف این دین مجازی بالا شده همیشه به نام سید، مثال سید سمیر، مثال شون سید سادات قریشی، همیشه تازبیه و شالک گردن مور و نماز گپا از کلپای امام حسین میونه، باز همیشه توهین میکنه به هزارا، همیشه تحقیر میکنه. اینمی آدما چقدر جایگاه در بین شما سادات داره، اینمی رو چقدر شما سپورت میکنین، حتی بزرگ میره خودت هم دیدی شد من خیلی اینا رو کوبیدم، خیلی شدید شاید لایفار مرد دیدی من اینا رو فحاشی کردم، همه کار کردم، برای من هیچ جایگاهی نداره، ببی برای من مسلمان باشه، هموطن باشه، یا یعنی نمو هزاره باشه، به خدا ما اینجا چی داریم، همیشه خانه ما قرآن خانی داریم و اکثرش هم همین دوستان ما خانم های هزاره میایند، به قزل باش ها میایند، قنداری ها میایند، یا مثلا مسجد داریم جا تکیه خانه داریم، همیشه کنار همین ما اصلا جدا نمیشیم. حالا علی تو که هر چقدر تلاش کنیم ما همیشه با همین. نه من در اصل تلاش نیستم، بخواه میفهمی چی وقتی تلاش صورت گرفت من از سر خود نه،
در زمان جمهوریت ما یک قوم به نام عرب داشتیم در افغانستان، قابل احترام بر همه اقوام افغانستان است. عرب هم ریشه سعید از عربستان است، یعنی سعادتم که باشه خواهم از او حالت است، هیچ کدام ربطی هم ندارم. یک سلسله منافقت هایی که شد خود از یاد کوشش کردن، حتی باز میگه ما تاپه را بر ما هزارا میزنه، میگه ما هزارا ما را نگذاشت که ما قوم مستقل شیم، در حالی که کلیپ های مصاحبه خود سعید علی جاوید وقتی میشنه میگه نه، میگه مشکل از آقای انوری و آقای کاظمی بود، میگه یا اصلا ما را نگذاشت، میگه تا جایی که یاد میکنیم یا نمیگذاشت ما قوم شیم. من میگم خودتان همی کار را نکنین، باز میگم سرمت تاپه میزنین، من را یک رقم میگه که ما مانیتان شیم. قوم سعاد باش، هیچ گپی نیست بر من، باش همیشه من احترامت میکنم به عنوان یک هموطن، نه دیگه برتر نمیدانم تا. نه ما برتر، ببین من همیشه میگم که سید علی گرامی، ببین من میگم که من سید با توی هزاران منافع مشترکی داریم، چه بخوایم چه نخوایم، درست؟ اینا یا منافع مشترک اصلا رعایت نمیکنه، اینو چه رقمی بکنیم؟ خب گوش بده، من میگم بابا تو علی بر وزیر بشو، وکیل بشو، سفیر بشو، هر چی، ما در یک نقطه با هم یک مشترک داریم. منم همچنین، من برای خود فعالیت میکنم، یک جایی تو منافع من رو حفظ میکنی، منم منافع تو رو، این اصلا مشکلی نداره. الان تاجیک و پشتون هم مذهب هستن، درسته؟ ولی رقابت سیاسی داری، دو تا برادر در خانه هم با هم رقیبه. نیورا داریم، ولی اینمی در قالب ادب نباید بخواهیم. اینا بیایم به دین، به مذهب بچسبانیم. رقابت های حزبی را نباید پشت قوم رقابت سیاسی و حزبی را با دین و مذهب جدا نمیکنه، تفکیک نمیکنه. صبح تا شام برام دین و مذهب مرا توهین تحقیر میکنه. یعنی خب من میفهمم، من میفهمم اینا از اینا منافع مذهبی حزبی خودشانه پشت مذهب پنهان میکنن، یعنی مذهب سپر بلا کردن. اینمی یک عده اگه تو انوری و کاظمی را خوب بگویی، اون مرده ها را مثلا پرستش کنی، تو خوب هستی، ولی اگر نکنی تو رو هزار تا کافر و نمیدونم ملحد و بیدین و مرتد میکشن، تو رو هزار خب شما دیدید که هزار بار سر من لایف کردن، به من فحاشی کردن، در حالی که او زمانی که اصلا هینا نبودن در اینستاگرام، بعدش فیسبوک و توییتر و کلاپاس و خدا یک سید نبود. من میگفتم خدا یعنی کسی هست سید هست، این چی رقم هست؟ اما امروز ماشاءالله مثل مور و ملخ از هر طرف سید رخته بالا، نمیدانم چطوری. به هر حال خودت هم چند لایو از خود دیدم، خیلی حرفای وحشتناک شنیدم، خودت هم دیمی حالا خیلی توهین و تحقیر کردن. دلیل که نامه در تیک تاک اکانت بر داده چی بوده؟ چرا این کار کردن؟ والا علی گرامی به من میگفتن که هزارها دختر ما رو تجاوز کردن، نمیدانم هزارها دخترای ما رو بردن، زن ما رو برده، زمین ما رو گرفته، خانه ما رو قصد، به قرآن همین چیز چیزایی برای ما میگفتن. وگرنه من اصلا باور کنم ما فقط یه خانواده هزارها در ایران میشناختیم که این خانواده خیلی محترم بود، خیلی محترم بودن. ما در مکتب با هم زیاد اونچنان کنتاکت هم نداشتیم، ولی من تا این حد مثلا یا بیرون میرفتی در جایی مثلا خرید میکردی هزارها رو میدیم، تا همین حد، ولی اینقدر شدید نبوده که من باور میکردم که واقعا اینا هزارها، ولی وقتی دیدم که اینا به جان پشتون و تاجیکم چسبیدم فهمیدم که نه، یک چیز دیگه است، مشکلات پشت یک چیزای دیگه پنهان است. چون سایکو یعنی اینا همش میگفتن که آره هزارها حق ما رو خوردن، ما رو نمیموندن در مکتب و ما رو نمیموندن، ولی ببین وزیر داشتن، سفیر داشتن، وکیل داشتن. علی در ایران و قرآن یک معلم سنی مذهب وجود نداره، تو شاید ایران بودی نمیدانم، کم بودیم یعنی کم بودیم. مسجد سنی ها رو انفجار میدادن، یعنی مسجد می ساختن فردو منفجر می ساختن. مسجد اینقدر در ظلم و ستم زندگی می کنن، ولی همه سیدا میان عکس خامنه ای رو بالا می کنن، من باهاشون مخالف هستم. چرا؟ چون من خودم حق من نمی خوام، من می خوام همیشه عدالت برقرار باشه برای من، چون خامنه ای سید است برای من فرق نمی کنن. ولی من می خوام که همچون که عدالت برای ما و تو باشه، برای یک عرب و کرد و بلوچ ایرانی هم باشه، سنی باشه یا شیعه باشه. ولی به خدا نگاه کن، ما شیعه در افغانستان سفیر داشتیم، وزیر داشتیم، وکیل داشتیم، ولی در اجازه از شما سوال بکنم؟ ما اجازه است بانه عزیز علی جان، اجازه است؟ سلام، ما بفرمین خود سر سوالات میتونه جواب برم اگیم. سر جان میشه جره شما را بکشیم که برای ما بخوانین که چطور به محمد میرسیم؟ چطور ما نگفتیم ما به محمد میرسیم گرامی؟ خب سعید از کدام جناب شما سعید میشین؟ کل خاندان بنی هاشم و سید میگن دیگه، اگه شما در عرب همی دارم بله. اصلا 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 اشتباه میکنیم. ببخشی قریش 26 قبیله داشت، یکی از قبایل بنی هاشم هست، درسته؟ اشتباه میکنیم. پس چی رقم ما اشتباه میکنم؟ من الان نیمدم بحث ما چی خوش نه، من یک سوال دیگه سر، من یک دیده بودم برای ما رو نکنیم، برای ما رو نکنیم.
ادریس جان، من یک سوال هم بکنم، معذرت بخوام، سر ساد نده یک لایو است. ادریس جان اینترنت خیلی ضعیف است، من یک معذرت بخوام، خیر دوباره شما حرف بزن. سر ساد نده یک لایو است، خوش نیده بودم. اینمی بچه های ساد که تنه رو به من میزنه که هزارها بر دختر ساد تجاوز کرده. یک لایو خودت اعتراف کردی، بیان کردی که از خود درخواست مسائل جنسی کرده بود، امیر سعید سالار قریشی و امیر سمیر اینا. اینی مسئله چه رقم است؟ چرا میکارو میکنن؟ از خود دعای واقع داره یا نه؟ یا او احساساتی شده بی گفته بودی؟ من نمیخوام در این مسئله صحبت کنم، ولی ببین ما یک چیز رو فهمیدم اینجا، دو مسئله است. یا پشت، ببین الان در مجازی ما تو چی میدانیم بکنیم؟ اینجا یا نامکشی میکنن یا دنبال پول هستن. به قرآن صد دانه من به اینا پول کمک کردم. به همی بچه های سعید پول کمک کردی تو؟ تو آه. کار که زن بودی باید کمک کردی؟ آه و خدا کاغذاش هم دارم. امیر جان، امیر سوال ما چی شد؟ امیر ریشه سعیدی وطن دار، ما الان بحث ما یه ریشه سعیدی برو در گوگل بخواه از بنی هاشم. اجازه بتنم بله. شما که همینجا سادات ماندین و خدا سعید بله. میدونه بله. شما قوم برتر هستین، درست است؟ ما قوم برتر نیستیم، ولی یک قوم هستیم در کنار اقوام دیگر. خب اوکی. بله. در همین میتونی در اروپا اگر 10 نفر هم باشی میتونی خودت به نام قوم سب کنی، حتی اگر 1000 تا فامیل هم باشی در افغانستان میتونی خودت به قوم سب کنی. من میخوام بفهمم که انمی شما ریشه سعید از کجا گرفتین؟ ریشه سعید از عربستان، از قریش سر نداشت ریشه است. کل بنی هاشم دوست گرامی سعید حساب میشن. در اسلام، در اسلام، در اسلام صبر کنیم. در سر نداشت، ولی حضرت علی امی قریش رم امی بنی هاشم رم که شما میگین در بنی هاشم شما برین ریشه یابی بکن، یک بار ابن هشام بخونین. من فکر میکنم ابن هشام نخوانده عزیز من. سیره ابن هشام نیستم. خب بله، سیره ابن هشام معتبرترین کتاب برای اهل تشیع و اهل تسنن است. خب خب حالا چی کنم وطن دار، برو در بنی هاشم کلن ایره من اگه پس برو در عربستان. شما از کجا میاین؟ برو در عربستان پرسان کن که قبل از این که ببینین، شما وقت قبل از اسلام میتونستین یه عمل انجام بدین، ولی بعد از اسلام شما یه عمل انجام داده نمیتونین که از دختر بیارین ریشه بکشین. ما از دختر ریشه نمیکشیم، حضرت علی خودش جزی از بنی هاشم است. سعید ما اصلا ببی وطن دار، کل بنی هاشم مسلمان، کل بنی هاشم مسلمان بوده، کل بنی هاشم برو چیز بنی هاشم سادات حساب میکنن. بله قریش قبل از اسلام بهش عرب ها میگفتن خلیفت الله یا میگفتن آل الله. برو مطالعه کن برادر گرامی، من اینجا نیومدم با تو بحث کنم. خاله خی پیش از اسلام وجود داشته. بله خود شما میان میگین که یعنی قریش وجود نداشته بعد پیش از اسلام؟ قریش وجود نداشته؟ وجود داشته. خب بفرمایید دیگه. پس عرب ها به قریش میگفتن آل الله، برایشان احترام قائل بودن. آل الله یعنی قبل از اسلام الله وجود داشته. قبل از بله. اسلام مسلمان ها یعنی مردم یک تا پرست امروز بودن. که درسته؟ می امروز شما هایی که می این امروز داد می زنین که الله خدای یگانه هست وجود داشته. خدای یگانه شما آیا آیا مردمانی که در قبل حضرت پیغمبران قبل آیا یک تا پرست نبودن؟ کدام پیغمبران؟ همین 124 هزار پیغمبر که آمدن در بین عرب برای چه نازل شدن؟ این تایش نام بگیرین برای ما لطفا. ببین یک روز دیگه ما حالا نیومدم علی، لطفا لطفا نه من نمیخوام با تو بحث کنم چون تو خودت میدانی اینجا آمدید مغلطه کنید. 124 پیغمبر 1,24,000 پیغمبر. شما چی هستی وطن دار؟ چی هستی؟ با ما جلی آمدی اینجا علی؟ ببین من نمیدونم نام من هم جلی نیست، عکس من هم جلی نیست، عکس خودم است، نامم از خودم است. درست. سکو ادریس جان بس، ما یک موضوع دیگه است. من میخوام یک روز نه حالا خب یک بحث دیگه است آمده اینجا در بحث وسط بس یک دفعه یک چیز مطرح میکنی. سادات شدی عزیز من در سادات و بودم دیگه ازار. پس تو چطوری مسلمان شدی وطن دار؟ من مسلمان نیستم عزیز من. من مسلمان مسلمان نیست دیگه، ما با تو بحثی ندارم وطن دار، مسلمان نیست. خب تو چطور مسلمان شدی؟ برای ما حضرت محمد ما رو مسلمان کرده، حضرت علی هم پیرو محمد بوده. چه رقم مسلمان کرده؟ در کجا مسلمان کرده حضرت محمد تو را؟
شما یک لشکر لشکرکشی را که به سمت ایران پارس و روز او را حضرت عمر کرده وطن مان زمان شده باشه داره. شما برای ما از حضرت محمد نشان بتین او را حضرت عمر کرده ما نکردی ما بعد از حادثه کربلا آمدیم به سمت خراسان خب شما نسل حضرت عمر هستین خب شما میاله که حضرت نه ما بعد از حادثه کربلا آمدیم نسل حضرت عمر که شما هستید چون کربلا چیست شما عقیده دارید کربلا علی آمد اینجا مرا واقعا چی کنه نه 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 من میخوام مثلا جمع بکنم ادریسیان نسل کن ما همین بس ما یک موضوع دیگه بود حالا در اون مسئله خود داخل شده ما خود سهر سادات اگر دوست دارم میتنم سادات من نمیفهم از کجا آمده اینقدر سادات هر کس میره اینال یک کار میکنیم اما خود نمیفهم مثلا ما اینال سهر سادات خودش به اینال یک دختر سادات هست اگر خواست جاب میتنم اگر نخواست نه روی موضوع میرم نباید پیش از اون چی بکنم یه یک چیز اختیاری است خانم سهر سادات میخواین در موردش گپ بزن یا نه آخه علی بحث ما یک دفعه یک چیز دیگه اومد بوده نه دقیقا اون بحث یک موضوع دیگه است به اون خاطر من نمیخوایم که این به اختیار خودت یک ما به خودت داری که خودت جواب بگو یا نگویی حالا بحث ما سر یه سید است ما بیایم روی هویت صحبت کنیم اونم با کسی که تو نمیدونی کیه میگه من به دین باور ندارم نمیدونم به حضرت عمر باور ندارم به علی باور ندارم من چی بگم اینجا به شما صحبت ایشان رو شنیدی دقیقا آقای ادریس نمیخوای با شما بحث بکنم ببی علی جان وقتی که ما میگیم سعادت راست وقتی که میم ریشه میزنیم بر یک جای خیلی یک اعتقاد است یک باور است اجازه بتن سعید با چی کسی گفته میشد با پیامبر اسلام نه عزیزم به بنی هاشم اجازه بتن به هاشم سعید گفته میشده خب آخه تو اطلاعات غلط میدی وطن دار من که نمیتونم تایید شما منابعتان بیارین باز در مورد منابعتان صحبت میکنیم من سیره را دادم براتان دیگه برین مستقیم از سیره بخونیم یک روزی ما علی تصمیم میگیریم بیاییم یک روز صحبت کنیم آخر هفته اوکی تو بس دقیق علی جان خودت هم که بسیار خوب میدانی سعید با چی کسی گفته میشه برای کسی که از نسل پیامبر آمده باشه چون برای پیامبر سعید گفته میشه درست است بیشتر خود منتسب به فاطمی نسب میدانن و دیگه دوازده امام دیگه فاطمی که هستن نسب. فاطمی نسب نمیتونه باشه خب چرا خودشون میگم من دیگه در این مسئله چیز نمیگم یک چیز خودشون بیان بکنم چی رقمی رو حضرت علی ببخشید علی من یک دفعه صحبت میکنم گوش بده وطن دار به بنی هاشم کلا سید میگن خب بنی هاشم ما بنی هاشم هستیم خب من میگم ریشه تا بریم به بنی هاشم ربط بتن ریشه هزارنامه دارم ریشه حضرت علی کی بوده شما نمیجا بخونین ما هم بفهمیم نه نمیخوام بخونم آخه تو خودت تو کی هستی اول خودم معرفی کن تصویر تا بزن من ببینم تو کی هستی هر وقتی که شما تصویر زدی من هم تصویر میزنم آخه تو اومدی روی نسب و چیز ما صحبت میکنی هویتت رو باید بدونم هر وقتی که شما تصویر زدین من هم تصویر میزنم نه هویت چیه در حضور 313 نفر برای شما میگم بعد هویت چیه؟ تازی هستی فیلتر میرتن اون عکسیم در روی چیز همه فیلتر هم خود ادریس جان خود از کدام قوم هستی؟ من قوم ندارم من اون ساپینس هستم یعنی ای اصلا بدینم برو از نسل میمونه تو رو خدا علی جان مادرت اگر میخوای من میرم خب شما خدایتان من خیلی کار میکرم ادریس یا نمیخوای خانم سر من میخوایم بس خدا پیش برم رای خانم سر سادات باز کرد گرم مسئله خیلی خدای میمون بوده دیگه من چیکار کنم دیگه من از نسل میمون ایشان خب شما نسل میمون که میگین خدای شما هم گلبازی کرده دیگه شما ای رو باور دارین که خدا گلبازی کرده خدایی که ما از عظمت داره جهان خلق کرده بعد آمده گلبازی کرده دیده که ما حضرت آدم اله کرده در جای گفته در یک باغ گفته تو صبر کن که او تو دقیقه آوردی صبر که یک دقیقه کال میخو این باور ما سعید سیان من خود در باور داری خیر اول من روی امروز روی مسئل تاریخی آخه شما تازه به اروپا میرسی سریع دین رو تغییر میکنه جان من در حالی که جان در من یک دفعه یک دفعه یک دفعه یک دفعه از امی جایی که میری برو دانشگاه ابن سینا کابل کارت 4 پرسان بگو که ادریس خب خودت تو تازی هستی تو آمدی روی نسب من رفت میزنی تازی میدونی یعنی چی کسانی که از حمله عرب ها به وجود آمدن آلی آمدی اینجا میگه خب به ما بگی
خدایت تو کار میکنیم بس ایدیسی ما تشکر میکنیم بس عمله کرده الان شما زاده شده به نام تازیک نمیخوایم روی کدام موضوع دیگه اگر تو میخوایی واقعیت در منطقه سعی کنید مثلا ما عرب ها و ترک تبار ها در این منطقه زندگی میکنیم حالا یک طایفه پیدا شدن در این وسط میگن ما تازیک هستیم تا فلان هست حالا من نمیخوام صحبت کنم اگر نه روی مسئله نمیخوایم بخاطر که اونا موضوع نداره اگر روز کلامه چی بود میتون با دیگه بس بکن من در خدمت فقط به محترم تاریخ بس بکن اگر خواستن هر طرف خودشان خواستن منم چیز نمیگم ولی بس موری موضوع دیگه است که میخوایم داخل شیم بیشتر سوال کنم سر عزیز اینمی آدمایی که خودت گفتی کمک کردی اینمی ها صبح تا شام توهین و تأخیر میکنه حتی خودت هم دیدم بارها لایف گرفتم به خودت هم تاخت بسیار باشد ناگه تا از حالت تناسیل اینا یاد کرد از کمر پایین بله علی گرامی تو این آدم ها رو با مساداتی که در یا هزارهایی که در افغانستان یا ملت های افغانستان برابر نکن تو رو خدا اینا فقط یک مشت انسان های بیکار و بیرو روزگار هستند اینمی ها منافقت مندازد دشمنی رو مندازد حالا من میگم توی خب علی تو هم کردی دیگه جان و ماسه کردی ما سکو ما چی وقت خواهیم یک سه مسئل بخواه ما دفاع ما گفتیم ما که سادات رفیق بیتین رفقایم هست هیچ وقتی را چی نمی کنم ولی نگفتیم که ما رسید ما از یا که برتر هستم ما میکنم کلو ما یک انسان هستیم قرآن شیفی که برد ما از هم جدایی نداریم به خدا ما تو هر کاری هم کنیم خب ببینید در دو طرف مردمانی هستن که میخواین این دو تا را از هم جدا کنیم ولی جدا شد ناشدنی است گوشت و استخوان چه میگن ناخون از گوشت جدا نمیشه در چی بخوای بکنیم حالا هر چقدر فحاشی هم کنیم ما نه نه بس فحاشی ما مسکو سر عزیز آخه بعضی مردم میگن ما میخوایم هزارستان جور کنیم کلا فقط هزارگی باشه خب یک زمانی میگفتن قرجستان جور میکنیم خب قرجستان تو میتونستی قزل باش و بیات و فلان و اقوام دیگر هم ولی الان میگن هزارستان فقط هزار خالص باشه خب تکو سر از او یک بس سیاسی است ما ابرا بگز داخل از نشم به خاطر که اگر دوم خواستیم بس میکنم کدت هیچ کدام گپ نیست به خاطر که ما درون افغانستان کلان شدیم بزرگ شدیم دوجا ما 3 ماه در ایران بوده فقط و هم 3 ماه کارگری کردیم کار کردیم و هم این طرف اومدیم بعدش و هم به خاطر که کارایم تال نخوره کارایم تال خورد متاسفانه 3 ماه مجبور شدم کار بکنم یعنی بیکاری خوشم نامده بود خسته شده بودم ما کلش در افغانستان خبر شدم باز بین اقوام کارشون خبر دارم از تاریخ افغانستان معلومات خوب دارم هر چی باشه در مذهب اهل تشیع و اهل تسنن یک کم معلومات هم خصوصا مذهب اهل تشیع که ما خود 14 سال درس خوندیم دمی آزاد علمی افغانستان حالا شما چرا ملا وقتی میاد اروپا کافر میشید ما کی کافر شده مثالش مثلا همین ملایی که اومده یا همین ذوالفقار و این همین امثال خودت هم میگه من 14 سال خواندم خدا من ملاهای ایرانی رو دیدم اروپا اومدن مثلا از دین گشتن حالا بس ملا رو من کار ندارم ملا متفاوت است من 14 سال درس خواندم تو پس تو باید خیلی عقیدوی باشی خیلی من عقیده ایستم سر که اینال عقیده ای بر اساس عقلانیت باشه ای را لعلکم تعقیلون آیه قرآن شریف از مزای قرآن شریف چی رقمی عبور بکنم به دقیقا بله آیه قرآن شریف بر ما وحی الهی است اول آیه قرآن شریف بعد حدیث پیامبر هم احادیث معتبر نه احادیث غیر معتبر اینم اینجا خود قرآن شریف لا اکراه فی دین امی دین با زور و جبر نمیشه یک نفر دین هر رقم قبول را ندار به من ربط ندار من جوابش نمیتونم ولی من میتونم تبلیغ خدا بکنم یک نفر اگر آمد جواب گفتم خوب نگفتم نه دیگه من نیازی است که بگم تو کافر هستی مرتد هستی نجس هستی این مثلا سید ذوالفقار خود صبح تا شام توهین میکنه به مذهب اهل تسنن خودش با اهل تسنن اصلا ارتباط که میدونی که همش جاسوس یهود و اسرائیل و ایناست فقط میخواین بین مردم من این رقم نیست ما او رقم نیست من میگم مذهب اهل تسنن احترام دارم یا می بی بی عایشه رو به خدا فاحشه خطاب میکنن استغفر کلش بین یا اندازه حالا من میگم این می توهین به پیامبر اسلام است پیامبر اسلام مربوط است تسنن نمیشه دیگه یعنی پیامبر اسلام تو وقت بی بی عایشه رو خدای ناخواسته تو بنوز بلا میره که مگر بزنی و مستقیم به پیامبر اسلام توهین کردی او چه رقم شیعه باشه که پیامبر اسلام قبول نداشته باشه ریشه ما منفی دینی و مذهبی اینا رو ببین اینا از یک جای پول میگیره و خدا در بین این شبکه کلامه و شبکه اینا فکر میکنه از کجا هدایت میشه همش از اسرائیل پول میگیره که بین مسلمان ها اختلاف بندازه این می رقم اینا با یا یک رقم تعبیری وحشتناک دیگه هم داره خب به خدا در افغانستان خود سر کلان نشه قانونی که به خاطر حقوق زنا طرح شد در پارلمان این می آیت الله محسینی با دم و دستگاه شیعه خود مخالف شد به خاطر دعوج رسما توهین به زنا کرده بود با او زنها تظاهرات کرد گفت نه توهین به ما شد چه رقم دین و مذهب از ما توهین شود پسان یک تیف دیگه آمد و را نقد کرد زیر سوال برد لب لکو تصویب شد برام تصویب پارلمان نگد کرد زی خودش رو تصویب کرد به زور خود
خاطر که کرزه فامید که اینجا نه تیف عظیم از جامعه برام مذهب حلته شد توهین میشه. ما باور کنم این داستان ایره نمیدانم. خب حالا میگم یک چیز میگم با خدا تو نمی سر تو نوید افغانستان یک چیزایی را ما اگر بیشم قصه بکنم با خدا شما تاسب میشه. اختلاف سیاسی اگر هست هست من میگم داشته باشه، هر انسان اختلاف داشته باشه، ولی ما با عقلانیت باید پیش بریم. تو بگو امی دینی که بر اساس عقلانیت استوار نباشه او دین میتونیم با احساسات و افسانه ها داخل بسازیم بر مردم جاگوزین بکنیم؟ نه خیر هرگز. نه خیر نمیتونیم. یا می با افسانه ها می میگه چای جمکران، چای جمکران می خانه امام زمان است، امام زمان اونجا هر روز نه. نه این فقط خواب یگرانی است برای منافع شخصیشان، من خودم هم قبول ندارم حضرت، اما امام مهدی ما نرفته ده جمکران، کسی ایرم نگفته. خب یک ایرانی خواب دیده که جا... یعنی خودت میفهمی که غیر خب من میرم میگم تو مرا میگه تو اینال من میرم این به عنوان کسی که 14 سال دین خانه میگم بیا ولی تو اینه با کی میگی؟ به انسان هایی که میگی رنگمال و گچبور و نمیدانم نقاش و چیزا بودن گلکاری میکردن چا میکردن از ایران اومدن اروپا، خب معلومه به تو میگن کافر، به ما مالی میگن کافر. خب فکر نکن این امیره تو مرا امیال پیشتر به ما تحنه زدی گفتی والا چرا این کار کردی؟ من گفتم سعیسم ام یک اصناد بده که من خلاف دین گفته باشم. آیه قرآن شریف من لایفایت ندیدم. خب علی گرامی، ولی مثلا من خودم هم مثلا با بعضی چیزایی که این مردم میگن موافق نیستم. یعنی دین میگه خب، حتی یک سر من لایف گرفته بودن که گفته بود که من گفته بودم، من که نگفته بودم، او را سید علی سیستانی دیگه، اینم میگن سیدم سید پرستا باید برفت از او گوش بدن که گفته قم زدن حرام است. خب من این را گفتم، آمدن 40 روز سر من لایف گرفتن که کافر است. دقیقاً یک مسئله دیگه است، همین خامنه ای را خمینی را خودت میفهمی دیگه، رهبر انقلاب ایران در توزیع المسائل خود بسیار وحشتناک بیان میکنه به نام شیعه. من میگم این چرا شیعه نبود از خمینی، همه که میفهمن که صوفی بوده، حتی در خاطرات اونم علمای چی قوم آمده که ای اصلا علما باید نان نمیخورده چون ای عرفان میخوانده، عرفان میدونی همون صوفیگری اهل سنت میشه، درسته؟ و این زمانی که خمینی رو میخواست شاه اعدام کنه در ایران ممنوع است که مجتهدین اعدام شون، به خاطر همین آیت الله شریعت مداری و طالقانی یک 10 تا آیت الله های ایرانی آمدن امضا کردن ایر مجتهد اعلام کردن که چه نشه و ایر اعدام نکنن، وگرنه خمینی در اون سطحی هم نیست، علم و دانشی هم نداره. ببین سید علی گرامی، من مکتب میرفتم در ایران، خب یادم است ما هر روز ما را جدا میکردن، میگفتن افغانی ها جدا شدید، ما جدا که میشدیم ما را در دفتر میبردن جان ما را لوچ میکردن، ای قشنگ یادم است به خدا سر ما را سعی میکردن میگفتن شما افغانی کثیف هستید. همی ایرانی هایی که شیعه مذهب خودم میگیرن در رسم سادات بوده میگفت شما افغانی های کثیف هستی، اولادای ما رو مریض میکنی، سر ما رو سعی میکرد. به قرآن کسی نگفت تو سید هستی، سادات هستی، تو شیعه هستی. ببین ما برای اونا همه ما یکی هستیم، همه ما افغانی کثافتیم. من یک سنی خود از صد برابر بهتر میدانم چون من این چیزا رو تجربه کردم در ایران. ایرانی صد درصد سنی... موافق هستم. من سه ما درد کشیم، درد را کشیم دوی نمی قوم دم پیش ارم حضرت معصومه میگن. من خب بایش احترام دارم ولی او رو معصوم نمیدارم، حضرت معصومه چارده معصوم من نیست دیگه بین اون اگه عالم دین. همین بچه پیشتر آمد گفت که نمیدارم ما را گفته سید تو بالا بشین، به قرآن من در زندگی ندیدم کدام ایرانی گفته. من یادم چند وقت پیشم ما ایران رفتیم در یک مسجدی و خدا آمده بودن این ایرانی همیش سادات بودن، غذا جور کرده و نانشان را نخوردن، خدا شاهد نخوردن. اینقدر ولی ایرانی خود حس خود برتر میگه یعنی لایوای مجازی ام ایران بعد بوی که اول بچهای سعید خودت چیکارت میکنه؟ بابا برای من نسل یهود و نسل نمیدونم هزار چیز برای من فحاشی که وهابی و نمیدونم فحاشی هاش خیلی بشد. کوچه رو یه قوابستگی نشون میده، من میره نفهمیدم او بچه سعید افغانستان تو با من منافی یک رقم است. با قرآن در ایران هم چند وقت پیشنه یک بچه سعید یک پلیس ایرانی زیر پای گرفته و سعید مهدی تو کلیپ شم برامد بزور از او معذرت خواهی گپام کرد آخر اعتراف هم ما با پدرم یک بار رفت دادیم، پدرم مشکل مال پولش خورده بودن، ما سند هم داشتیم به قرآن نمیم، قاضی های ایران میگن ما عدالت علوی و چبکی حضرت علی را ششتیم، خب همین که در افغانستان میگن عدالت عمری به قرآن. علی به پدرم گفت حق با تو است، یعنی همه سندات هم جور است، گفت ولی ای وطن دارم است، گفت ای هم وطنم است، حق به او داد، خدا شاهده من یادم است. این سیدا اینا احمق هستن، این لودا ببین به خاطر عشق یک سیم کارت اومدن اروپا، اگه خامنه‌ای اینا رو یک چیز میداد سیم کارت میداد برشان، باور کن نمی اومدن در اروپا که زنشان لوچ بگرده یا طلاق بگیره یا بچه‌هاشون پلیس ببره. همیشون ببین من 5 سال در کمپ کار کردم، پلیس آلمان کار کردم، تمام اینا رو میشناسم دیگه، خیلی یار دیدم دیگه، خودت شاید در اروپا وضعیت دیده باشی چه جوریه.
دقیق. اگر مره یک حقوق انسانی اولیه میداد، من چرا من که چادر سر میکنم حجاب میگم چرا باید بیام در اروپا در بایی با خانواده خود؟ میدانی چندین بار به صورت من توف شده، مثلا مادرم لط خورده به خاطر حجاب. دمی ایران؟ نه دمی آلمان، در جرمنی که مادرم چادر سر کرده پلیس زدتش، پلیس که میگه من چی دارم، میگه میگه به خاطر حجابش تروریست گفته. تو شاید تو هم گفته باشن تروریست. چرا ما از ایران دفاع نمیکنم، هر کس از ایران دفاع بکنم من دوست ندارم، به خاطر چی که ما در افغانستان دیدم، به خدا سر سال تو در افغانستان خصوصا در کابل اگه کلان میشی مسائل میفهمیدی. امروز این می مسائل فاطمی نگا پار تنیشه به من، به خدا اگه اسنادی دارم اسنادی دارم که هیچ نگم. امیر رایزنی فرهنگی ایران، به خدا مثالات که در افغانستان سالات که در رأس ادارات بودن، در رأس مسائل بودن، با خدا دو تا ویزه پاسپورتشون منظم، ایرانی در ایران مکمل هم برنامه خود داشتن، ولی ایجا میامد اون کارها رو میکن. نفاق مذهبی رو دامن میزه، زیارت عاشورا رو یک رقم با وحشتناکش میاره اور تبلیغ میکرد که هیچ نگاه. درست کلش رایزنی ایرانی ایران برای منافع سیاسی خودشان، برای اثربازگیری، اینکه بتونن از خود دفاع کنن، آمدن در منطقه در خاورمیانه بحث مذهب داغ کردن. این فقط در بین افغانستان نبود، بلکه این همیشه پای پاسداران در پاکستان هم انفجار میته اونجا را. من حساب کردم یک سال 26 انفجار شده، باز رو میندازه گردن طالب. خب یا در کشورهای دیگه، ببین ایران، آذربایجان در نظر بگیر، آذربایجان 90% مردم آذربایجان شیعه هم. درست؟ ولی ایرانی ها رفتن با ارمنی های عیسوی کمک کردن در جنگ قره‌باغ، ولی حکمتیار سنی مذهب به قره‌باغ کمک کرد، به شیعیان آذربایجان کمک کرد، برایشان نیمرو فرستاد. امروز قبر اونم افغانای ما در قره‌باغ هست که دفن شده، شهید شدن.